تأسیسات اکتشافی کشور بوده و یکی از مواکل بزرگ اقتصادی و صفات شمال مملکت تشکیل میدهد. برابرداری از این منابع طویل گاز برای تدبیر پروژه هایی که به آن نیاز دارند در داخل کشوری که از عادت عمده بوده استفاده اعظمی آن در هم پروژه ها صادرات هم به اتحاد تشکیل داده است که همکنون توسط پایپلاین زیردریایی عملی میشود. نون به 2.6 میلیارد مکعب متر گاز رسیده است. این تأسیسات بندر که از آنجا گاز حاصله از پروژه استخراج آن توسط پایپلاین صدور گاز به اتحاد شوروی صادر می شود. پایپلاین جدید ترقه در معبر هوایی صدور گاز و تولید نفت از فراز دریای آمو به شمار می رود که در ظرفیت انتقال آن در یک سال 4 میلیارد مکعب متر گاز پیش بینی گریده و در 185 میلیون افغانی در آن سرمایه گذاری شده است. از این پایپلاین در شروع سال نو استفاده به عمل خواهد آمد. این معبر هوایی با پایپلاین ارتباط پیدا می کند که 10 کیلومتر طول دارد و با سرمایه گذاری 60 میلیون افغانی ظرفیت صدور 4 میلیارد مکعب متر گاز را در سال دارا می باشد که آن قریب از آن استفاده به عمل خواهد آمد. آمریت موسیقی وزارت اطلاعات و کلتور مطابق موارد پالیسی کلتوری دولت جمهوری در مورد تشویق هنر و هنرمندان کورس های موسیقی را برای تربیه موسیقی نوازان آینده تحت نظر استادان فن دایر نموده است. هنرمندان جوان و بااستعداد در این کورس ها به فرا گرفتن موسیقی مطابق اصول فنی هم مشغول مشق تمرین می باشند. در اینجا استاد رحیم بخش مشغول تدریس موسیقی برای شاگردان کورس دیده می شود. یک چهره جدید هنری است به نام فیل سوما که آهنگایش در افغانستان نشد و از استعدادهای هنری تازه آن دستگاه به شمار می رود. فیل سوما در کورس موسیقی مشغول تمرین یک آهنگ جدید است که اخیرا از افغانستان نشد گردید. موسیقی